نگار بهترین دوست منه و من براش هر کاری میکنم. اون یه جنتلمن کامله و همیشه منو میخندونه و سخته که آدم ازش عصبانی بشه و من از همینش عصبانیم. یه مسئله فارسی آدم داده که میگه و دقیقا همینه. من بدون اون تصوری از خودم ندارم. من هیچ تصوری از زندگی خودم و بچه هام بدون اون ندارم. اسم من هوسوه میگل روموه و 30 سالمه. مردم منو جاش صدا میکنن. اینجوری راحت تره. هوسوه همون جاشوا به اسپانیاییه. اسم من نگار حجتی جوه. من ایرانیم و تو کرج به دنیا اومدم. دو تا برادر و یه خواهر دارم و توی خانواده بزرگ شدم که مادر و پدر دو تا دین مختلف داشتن که مشکلات خاص خودش رو داشت. ولی در نهایت ما خیلی به هم نزدیک بودیم و علت اینکه الان اینجا هستیم همینه، چون نصف خانواده اومدن و بقیه هم دنبالشون اومدن. من تو آمریکا از یه پدر مکزیکی و یه مادر کوبایی به دنیا اومدم. پدرم اهل هالیسکو مکزیک و مادرم مال هاوانای کوبا هستن. هر دو به آمریکا مهاجرت کرده بودن و اینجا با هم آشنا شدن. من هیچ وقت فکر نمی کردم با یکی خارج از فرهنگ خودم ازدواج کنم. تو جوونی وقتی با آینده فکر می کردم، تصورم این بود که با یه نفر که ریشه لاتین داشته باشه عروسی میکنم. ولی وقتی نگار رو شناختم فهمیدم که این چیزا مهمه، ولی همه چیز نیست. چون خیلی وقتا با اینکه با یکی از تبار خودت و با فرهنگ مشترک هم عروسی میکنی، باز آخرش ممکنه همه چی درست از آب در نیاد. یعنی هیچ تضمینی نیست که اگه با یکی از فرهنگ خودت ازدواج کنی زندگی همش گل و گلاب باشه. این همش برمیگرده به اون روابطی که دارین و پیوندی که ایجاد شده. این مهمترین عامله، به علاوه احترام و عشقی که به همسرت داری. The relationship that you've built and the bond that you've built is the biggest thing and your respect and your love and your partner. من میخوام بگم با اینکه ما از دو تا فرهنگ و مذهب مختلف میومدیم، یه عامل مشترک وجود داشت که اعتقاد به خدا بود. ما هر دومون اصول اخلاقی مشترک داشتیم و این خیلی مهم بود و من فکر میکنم که اون بهترین دوستمه. ما یه روحیم در دو بدن. شخصیت هامون خیلی شبیه. در عین اینکه تفاوت‌های خودمون رو هم داریم. خیلی از نقاط مشترکی که داریم به خاطر اینه که یاد گرفتیم در طی رشدمون با هم دیگه برای اونها ارزش قائل بشیم. از وقتی که دو تا بچه بودیم که با هم عروسی کردیم تا زن و مرد و بالغی که الان می‌بینیم. ما سر کار با هم آشنا شدیم. من یه کار گرفتم توی جواهر فروشی که یه بخشش طبقه بالا بود و یه بخشش پایین. اون روزی که من استخدام شدم، دختر خالم هم اونجا کار گرفت و ما به رئیسمون گفتیم که دختر خاله ایم، بدون اینکه بدونیم این برامون مشکل درست میکنه و نمیتونیم یه جا با هم کار کنیم. اونا منو منتقل کردن طبقه پایین، جایی که جاش کار میکرد و من هیچ وقت متوجهش نشده بودم، چون من 2 هفته آموزش میدیدم و اون ظاهراً میومده بالا ولی من ندیده بودمش. به هر حال بعد از انتقال من ما همکار شدیم و شروع کردیم به حرف زدن و با هم دوست شدیم. اون پشت ویترین بود و من رفته بودم از یه دختری که بالا میشناختم یه تیکه جواهر برای طبقه پایین بگیرم. از دختره پرسیدم اون کیه اونجا؟ و اون گفت آها، ازش خوشت اومده نه؟ من گفتم نه، من فقط از سر کنجکاوی پرسیدم. در واقع اون موقع من ازش خوشم اومد چون خیلی خوشگل بود. ولی میدونین تو محیط کاری یه مرزایی هست که نباید ازش رد بشی و منم دنبال دختر نبودم. چون تو سیستم اعتقادی ما با دختر ارتباط برقرار نمی کنیم که رابطه داشته باشیم. ما به قصد ازدواج ارتباط برقرار می کنیم و من برای ازدواج آماده نبودم. اون از من پرسید میخوای با هم بریم یه فیلم ببینیم؟ من گفتم من هیچ علاقه به ارتباط ندارم. من همیشه به اون به چشم یه همکار نگاه کرده بودم. اون همیشه ساکت بود و من پرشر و شور و من فکر میکردم آدم کسالت آوریه و نمیخواستم باش حرف بزنم. و وقتی دعوتم کرد گفتم نمیخوام با این پسر برم بیرون و بهش گفتم که علاقه ندارم. اون گفت هی وایسا، من نمیخوام دوست پسرت باشم. میتونم با یکی دیگه برم فیلمو ببینم. من حس بدی بهم دست داد. گفتم باشه بریم با هم بریم فیلمو ببینیم و با همون یه قرار دل منو برد.
Things just kind of went from there. همه چی از همونجا شکل گرفت و هرچه پیشتر رفتیم من دیدم که اون چه آدم منحصر به فردی. همون شب من حس کردم که جاش اونیه که من میخوام. ما شروع به صحبت کردیم. ماه دسامبر بود که با هم رفتیم بیرون و آوریل با هم عروسی کردیم. اون موقع تنها چیزی که من میخواستم این بود که همیشه باهاش باشم. تو اون سن وقتی از یکی خوشتون میاد میخواین هر لحظتون رو با اون بگذرونید. به نظر من ارتباط خیلی مهمه. ما این تعهد رو به هم داریم که همه چیز رو به هم بگیم و هیچ چیز رو هر قدر هم که کوچک باشه از هم پنهان نکنیم. فقط شفاف باشیم و راههای ارتباطی رو باز نگه داریم. چون اغلب اختلافات خانواده ها از نبود این ارتباط به وجود میاد. ما با هم قرار گذاشتیم حقیقت هر چقدر که تلخ باشه ما باز هم همه چیز رو به هم میگیم. یه چیزی که بعد یاد میگرفتم این بود که بهش بگم چی تو فکرم میگذره. چون من اوایل ازش انتظار داشتم که بدون تو فکر من چی میگذره و اون گفت ببین من نمیتونم فکر تو رو بخونم. و تو باید بهم بگی چی فکر میکنی. حالا من هرچی تو سرمه بهش میگم و اون میگه خیلی خوب شاید بهتر باشه یه سریشو همونجا نگه داری و خلاصه‌شو به من بگی. ما تقریبا هر کاری رو با هم میکنیم. خانواده ما هیچ وقت از هم جدا نمیشن. خواهرم جاش رو برای شام دعوت کرده بود و این اولین ملاقاتشون بود. ما رفته بودیم توی گل فروشی که برای اونا گل بگیریم و اونجا به پدرم برخوردیم که روحش از هیچ جا خبر نداشت. من خیلی ترسیده بودم. از من پرسید این پسره کیه و من گفتم همکارمه. بابام گفت بسیار خوب، من میخوام با همکارت صحبت کنم و بشناسمش و ببینم چه ارتباطی به دختر من داره. با خانوادش دعوتش کن، من میخوام ببینمش رو. نگار ما رو دعوت کرد. من قصد داشتم برم و از پدر مادرش اجازه بگیرم که با نگار بیرون بریم. اونا خبر نداشتن که ما با هم میریم بیرون. نگار اون موقع‌ها یکم شیطون بود و بهشون نگفته بود. جاش با مادر و خواهرش برای شام اومدن و اون شروع کرد با پدرم صحبت کردن و برادرم هم ترجمه میکرد. گفت من اومدم که از شما اجازه بگیرم با دخترتون برم بیرون و البته قصدم در نهایت ازدواجه و خیلی هم جدی هستم. پدرم گفت اشکالی نداره. به شرط اینکه صبر کنین که تحصیلش رو تموم کنه من مخالفتی ندارم. تا بابام اینو گفت جاش پاشد و اومد به طرف من. من گفتم کجا داری میای؟ برادرام اینجا نشستن و کاملا گیج بودم که چی کار میخواد بکنه. اون زانو زد و از من تقاضای ازدواج کرد و من نگفتم بله چون کاملا شوکه شده بودم. و برادرام و پدرم عصبانی داشتن به این صحنه نگاه میکردن و اون گفت خب یه چیزی بگو، من اینجا نشستم. من گفتم خیلی خوب، حلقه رو بذار اینجا و برو سر جات. و اون حلقه رو دستم کرد و برگشت سر جاش. وقتی من تقاضا کردم اون بلافاصله بله رو نگفت. کاملا شوکه شده بود چون روحش هم خبر نداشت. من برای شنیدن جوابش 2 دقیقه زانو زده بودم ولی به نظرم 2 ساعت اومد. ولی در نهایت بله رو گفت. ولی بعد از اینکه منو جلوی همه یه مدت رو زانو در انتظار نگه داشت، تنش خیلی بالا بود. یه سری از دوستا و فامیلا شرط بستن که ما تو 3 سال اول طلاق میگیریم و من متاسفم که کلی سر این شرط باختم. میدونین من خیلی قویم و نظریات خودم رو دارم و خیلی هم یه دندم. جاش هم همینطوره. وقتی اینا بیاد زیر یه سقف همه چی راحت نخواهد بود. ولی ما همیشه همو دوست داشتیم و خانواده هامون هم حمایتمون کردن. I got the support from my family and so did he. My family's exposure to other cultures and things like that were very minimal as were my wife's family as well. So ارتباط خانواده من با فرهنگ‌های دیگه بسیار کم بود. خانواده همسرم هم همینطور بودن. به خاطر همین اولش مطمئن نبودن. نمی‌دونستن چه جوریان، اعتقاداتشون چیه و رفتارشون چطوره. تا اون موقع با هیچ ایرانی برخورد نداشتن. به خاطر همین اولش مخالف بودن و میگفتن خب پس می‌خوای با یه دختر ایرانی ازدواج کنی؟ و من میگفتم آره، همین تصمیمو دارم. و اونا میگفتن یعنی حالا تو فرهنگ ما دختر قحط بود؟
میدونین من دخترای لاتین زیادی دیدم، ولی نگار اونیه که من میخوام. من کار ندارم که چه وجه اشتراکی با دخترای هم نژاد و هم مذهب خودمون دارم، و همونی شد که فکر میکردم. The commonalities that we'd have together by marrying somebody of the same culture, the same race, the same, you know, religion. Just this is how it worked out. I remember my mom just pulling me aside. یادم میاد مادرم منو کشید کنار و گفت تو خیلی جوونی و به نظرم زود عروسی کنی. ولی من دختر خودم رو میشناسم. اگه این کاریه که میخوای بکنی یادت باشه عروسی کردن مثل خونه خاله رفتن نیست. میخوام که اینو بفهمی و به خاطر هر مشکل کوچیکی که پیدا میکنی را نیفتی بیای خونه. فکر کنم اوائل جاش اصلا از بحث کردن خوشش نمیومد. هیچ کی خوشش نمیاد. هر وقت هم که با هم اختلافی داشتیم میگفت قول بده که با هم بحث نمی کنیم و من میگفتم نمیتونم یه همچون قولی بدم. این اتفاقیه که میفته. حالا فهمیدیم که بحث کردن نمک زندگیه و باید باشه تو زندگی. اگه اختلافی نباشه و به هر چیزی تو زندگی بله بگیم و یه جور باشیم، زندگی کسالت آور میشه و ما اینو نمیخوایم و میخوایم نظر همدیگر رو بدونیم. مادر بزرگ جاش قبل از فوتش به من گفت هر شب قبل از اینکه بخوابین مطمئن بشین که از هم عصبانی نیستین. مهم نیست حق با کیه. با هم حرف بزنین و مشکلاتتون رو حل کنین. به جاش هم همینو گفت. این کاریه که ما میکنیم. یه چیزی که تو ازدواج یاد میگیرین اینه که عکس‌العمل‌های آنی و بیفکر نباید داشته باشین. باید بفهمی که قصد طرف از حرفی که زده چی بوده. چون بعضی وقتا یه چیزی میشنویم و برداشت منفی ازش داریم. من فکر میکنم خیلی هاشم مشکل زبان بوده. چون وقتی ما عروسی کردیم من 1.5 سال بود که اومده بودم. یه وقتایی یه چیزایی بهت میگفتم و تو میگفتی منظور چیه؟ و یه جور دیگه میفهمیدی. و من میگفتم نه نه صبر کن منظورم این بود. فکر کنم یه بخشش این بود. آره. ولی جدا از این تو یه وقتی یه چیزی رو یه جور خاصی میگی ولی تو ذهنت یه جور دیگه ترجمهش میکنی. این خیلی مهمه. و همونجوری که گفتم باید راههای ارتباطی رو باز نگه داریم و مطمئن بشیم که منظور همو درست فهمیدیم. در این نقطه زندگی ما میدونیم که هیچ قصد بدی نسبت به هم نداریم. همدیگر رو دوست داریم و با آینده فکر میکنیم. همونطور که گفتم نگار بهترین دوست منه. چرا باید یه چیزی بگم که بهترین دوستم رو ناراحت کنم؟ ما میخوایم زندگی خوبی با هم داشته باشیم. ما به خصوص 5 سال اول زندگیمون خیلی مشکل فرهنگی یا بهتر بگم مذهبی داشتیم. جاش از شاهدان یهوه هست. مذهبش خیلی سختگیره و اینجوری بزرگ شده. مثلا وقتی تولد کسی بود من ناراحت می شدم که اون با من نمیاد. و یه مدتی هم تلاش کردم که عوضش کنم. ولی اینو یاد گرفتم که نباید این کارو بکنم. و اونو به خاطر کسی که هست دوست داشته باشم. و قبول کردیم که به همدیگه و به عقاید همدیگه احترام بذاریم. 5 سال طول کشید ولی به اون مرحله رسیدیم. عشق ما به همدیگه بر همه اون تفاوت‌ها و اختلافات غلبه کرد و این با پذیرش همدیگه به صورتی که هستیم شروع شد. ما نمیخواستیم همو عوض کنیم. نگار خیلی با من صبور بوده. میدونین وقتی تو سن 20 سالگی عروسی میکنین مردا هنوز به بلوغ فکری کامل نرسیدن و اون منو تو اون سن و اون دوره زندگیم تحمل کرد. اون همه چیز منه. نیمه بهتر منه. کسیه که وقتی حالم خوب نیست به من امید زندگی میده و نمیتونم زندگی رو بدون اون تصور کنم. I just couldn't imagine my life without him.